بر بینندگان تلویزیون مردم تیوی در سراسر دنیا. من پرویز مینوی هستم، این برنامه رو اختصاصا از شهر هوستون تگزاس تقدیم میکنم به بینندگان مردم تیوی در سراسر دنیا. امروز که این برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز پنجم اردیبهشت 2575 هخامنشی است و برابر است با روز چهارم 2016 میلادی. من توصیه میکنم به همه بینندگان تلویزیون مردم که اینو بیاید با خودمون، یعنی نه اینکه من بگم شما گوش کنید، من که میگم اگه فکر میکنید درسته شما به بقیه بگید. ببینید اگر یک آقایی توی عربستان از مکه یه شبی میخواستن بکشنش، فرار کرد رفت مدینه، این برای ما تاریخ نمیشه که این مبدع تاریخمون. اگه یه اروپایی بگه تاریختون چه سالیه، بگیم فلان، بگه این شروعش از کجاست، بگیم شروعش وقتی آقای محمد فرار میکرد، نمیخنده به ما؟ اصلا به خود عربا نمیخندن. آخه عرب ها، اولا که عرب ها اونایی که مکه و مدینه اون من نواهی بودن، بقیه همه در واقع عرب زبانن، مثلا مصری ها قبطی هن، عرب نیستن، منتها زبانشون عربی شده. ولی برای همه چه عرب زبان ها، چه عرب تبار ها، چه فارس زبان ها، چه هرچی، آخه اگرم میخواید از پیغمبر یه روزی رو بذارید، اقلا روز مثلا تولدش رو بذارید، اقلا میگید روز تولدش مشخص نیست، نمیدونیم کی بوده. خب روز بعثت چه بذارید؟ تازه روز تولدش حدسی میگن، چون مثلا وقتی که تاریخ میلادی رو گذاشتن، اگر دقیقا برن تولد عیسی رو بررسی کنن، گاهی متوجه میشن که تولد عیسی 2 سال قبل از اون آغاز میلادیه. بعضی یعنی اصلا اون روز نیست، اون روز قرار گذاشتن، گفتن به نام تولد عیسی. حالا تولد آقای محمد هم یه روزی میتونستن بذارن دیگه، حساب کنن کم یه کمی جلوی کم عقب یه روزی بذارن تولدش. حتی من فکر میکنم تولدش توی تقویم ها گاهی وقتا جشن میگیرن. خب اون روزو بذارید تاریخ، چرا روز فرارش میذارید آخه؟ که مثل که مثلا بخوان بچه های من یه تاریخی راجع به من بگن روزی که پدرمون از ترس گریه کرد اونو میذاریم روز. خب چرا اینی میگید؟ خب بگید روزی که پدرم با کیف پرپول اومد خونه اونو بذارید رو تولد. حالا بگذاریم، من میخوام یه مثال بزنم، این مثال رو اگر خوب توجه کنید به نتیجه میرسیم. البته هر کم که تلفنی داره، هر که مطلب داره میخواد بیاد زنگ بزنه 281-835-3063. یه بار دیگه آرومتر میگم 281-835-3063. گوین که من دیدم جناب سربی دفعه پیش همه رو این زیر تلفن، گاهی وقتا تلفن زیر عکس زیر تصویر، گاهی وقتا تلفن میذاشتن، گاهی وقتا صندوق پستری میذاشتن، گاهی وقتا مشخصات مختلف، به هر حال اونجا هستش، اگه بخواید میتونید بزنید. اما اگه نخواهید اجازه بدید من تمرکز کنم این مثالمو بزنم، بعد بریم سویم. ببینید فرض کنید که یعنی آزمایش انجام شده، یه آزمایش روانی انجام شده، روانشناختی انجام شده درباره میمون ها. اومدن حالا تعدادشو فرض میکنیم 10 تا. 10 تا میمون رو گذاشتن توی قفس بزرگی، یه جا هم چند تا موز توی سبدی گذاشتن، به اون دیوار آویزون کردن. میمونی که چشمش به موز میفته، شروع که بالا رفتن که برای موز رو برداره بخوره. به وقتی که این اقدام رو آغاز میکنه، یعنی شروع میکنه بالا رفتن، اونایی که بیرون از قفس بودن، آدمایی که بیرون از قفس کنن، با شیلنگای فشار قوی آب سرد رو به همه میمونا میپاشن، یعنی نه به اون میمونی که بخواست موز برداره، به همه آب سرد میپاشن. طبیعی میمونا گیج میشن و خودشون تکون میدن، به هم نگاه میکنن، فلان میکنن، طول میکشه تا به حال عادی برگردن. تا به حال عادی برمیگردن، باز اینکه تصمیم میگیره بره موزه رو بخوره، باز آب سرد با فشار زیاد به همه میمونا پاشیده میشه. بعد از چند دفعه که این واقعه تکرار میشه، میمونا متوجه میشن که هر وقت یکی میره سراغ اون موزا این اتفاق میفته. لذا نه اینکه خودشون نمیرن سراغ موزا، بلکه اگه کسی هم به اونا نزدیک میشه، میرن جیغ میزنن، لغت میزنن، میندازنش پایین. بعد یه مدت دو تا از این میمونا رو میارن بیرون، دو تا میمون جدید میذارن اون تو، یعنی توی قفس حالا 8 تا میمون قدیمیه که فشار آب سرد رو تجربه کرده، دو تا میمون جدیدی که اصلا فشار آب سرد رو تجربه نکرده.
طبیعی این دو تا میمون جدیدی که فشار آب سرد تجربه نکردن میخوام برم موزه رو بخورم، دوباره آب سرد با فشار به همه میمونا پاشیده میشه، دوباره اینا میخوام برن، این دفعه قبل از اینکه برن بقیه میمونا میزننشون، لغت میزنن، فشار میدن، نمیذارن برن، چون بقیه میمونا میدونن که یکی از اینا به اون موضوع نزدیک بشه فشار آب سرد همه رو اذیت میکنه، آزار میده. بعد یه مدتی دوتا دیگه از اون میمونای قدیمی رو برمیدارن و دوتا دیگه جدید وارد میکنن. یعنی از میمونای قدیمی 6 نفر بودن، 6 تا میمون بودن که فشار آب سرد رو تجربه کرده بودن. این میمونای جدید میخوان برن موضوع رو بردارن، میمونای قدیمی با اون دوتا دیگه میزنن سرشون، کتکشون میزنن که نرید این کار بکنید، هر وقت میخوان برن میریزن تو سرشون، کتکشون میزنن نه نرید سراغ موضوع. اینا میفهمن که نباید برن دیگه، چون هر وقت میخوان برن کتک و آزار میبینن. همینطور میمونا رو عوض میکنن تا آخر سر میرسن به 10 تا میمونی که این 10 تا میمون همه جدید بودن، یعنی هیچ کدوم از این 10 تا میمون این فشار زیاد آب سرد رو تجربه نکرده بودن، ولی هیچ کدوم نمیرفتن سراغ موضوع. هر کس میخواست بره سراغ موضوع، بقیه میریختن کتکش میزدن. حالا این مثال رو داشته باشید، من برمیگردم به این. یه چیز دیگه بگم، یک دوستی دارم آقای سیروس، برای من یه ایمیلی زد خیلی خلاصه و کوتاه، نوشته بود که هر بچه‌ای که به دنیا میاد در همون دقایق اول اسمش معلوم میشه، ملیتش معلوم میشه، دینش هم معلوم میشه و تا آخر عمرش باید از این چیزهایی که خودش هیچ دخالتی در انتخابشون نداشته دفاع کنه. ما نه اسم خودمون انتخاب کردیم، نه ملیت خودمون انتخاب کردیم گفتیم ما میخواییم ایرانی باشیم، نه مذهبمون خودمون انتخاب کردیم گفتیم میخواییم شیعه 12 امامی باشیم، هیچ کدوم ما انتخاب نکردیم، بلکه به ما داده شده بدونی که خودمون دخالته و باید تا آخر عمرمون از این دفاع کنیم. خب حالا اگر ما، من و شمای بیننده عزیز گرامی، اگر من و شما در یک خانواده به دنیا آمده بودیم، مثلا فرض کنیم که زغال پرست بودن، بعد یه آتش پرستن، این زغال پرست ها سب کردن آتش ها زغال شده و زغال پرست شدن، حالا اگر من زغال پرست بودیم باید یه میومدیم به زغال عبادت میکردیم، یه بسته زغال داشتیم هر روز میرفتیم میکنیم ای زغال های عزیز چاکر شما هستیم، مخلص شما هستیم. حالا یه نفر میام میگفتش که آقا این آخه زغال پرستی چه فا، این همه زغال پرستی چی شد، آخه چه اثری داشت؟ میگیم نه اون دنیا. طرف میگه کدوم دنیا، اون دنیا کیه؟ میگیم پیغمبر زغال پرستا گفته اون دنیا هست. میگه خب گفته باشه، دلیلی که نداره که شما از کجا میگید اون دنیا هست؟ مگه هر کی هرچی گفت ما باید قبول کنیم؟ به هر حال بعد این مدت میفهمیم که این در واقع کار عبث و بیهوده است. حالا پدر من، پدر مثلا صدوم من، صد و بیستوم من، یک مردی بود ایرانی، یک دفعه دید یک شمشیر عرب داره میاد که گردنشو بزنه کلهشو جدا کنه، گفت اما مسلمانم، اشهد ان محمد رسول الله. خب از ترسشون گفت من چی کار کنم این وسط بعد این همه سال، یعنی اون فشار آب سرد فلان رفت شده ولی ما هنوز میترسیم موضوع رو برداریم، هنوز فکر میکنیم که یه چیزی هست. در واقع ببینید من اینو یه دفعه پیشم براتون گفتم، ما زندگی تاریخی ما ایرانی ها دو قسمته، تقریبا نیمی قبل از اسلامه و یک نیم بزرگترش بعد از اسلامه. اون نیم قبل از اسلام 1200 ساله ها، یعنی اون نیم نه اینکه نیم خیلی کوچیکی باشه، و این نیم این طرفش 1400 ساله، یعنی زیاد با هم اختلافی ندارن. در اون نیمه اول ما در زمان کوروش و داریوش که ما تنها آقای دنیا بودیم، یعنی کسی دیگه ای نبود که حریف ایران باشه، بعد کم کم یونان به وجود اومد و شد ما نیمی از دنیا رو آقای میکردیم، اونا نیمی دیگر رو، بعد کم کم روم پیدا شد و روم یونان رو بین برد، بر روی یونان مسلط شد، بعد ما نیمی از دنیا رو اینور اداره میکردیم، اونا نیمه دیگر رو،
و ما که بر این نیمه اداره میکردیم، بر این نیمه مسلط بودیم، با بزرگواری آقا منشی بود. ما هیچ وقت برده نگرفتیم، ما هیچ وقت شلاق نزدیم به مردم که کار کنن، ما هیچ وقت بدون مزد از کسی کار نگرفتیم، هر کی برای ما کار کرد پولشو دادیم. ما هیچ وقت آدم ها را ننداختیم جلوی شیرهای گرسنه که پارا پارشون کنن بگیم هورا. ما هیچ وقت برده ها را به جون هم ننداختیم بگیم تا هم دیگر رو بکشید، یکی اون دیگر رو بکشید ما بگیم هورا. ما هیچ وقت نیومدیم در مقام امپراتور شهری رو آتش بزنیم و وقتی مردم تو شعله های آتش میسوزن دچار احساسات بشیم، حس شاعریمون گل بکنه، شعر بگیم و آواز بخونیم و ساز بزنیم و گریه کنیم. ما هیچ کدوم این کار را نکردیم. یعنی وقتی میگم ما آقای دنیا بودیم، به نیمی حاکم آقا منش دنیا بودیم، اون نیمه دیگر حاکم بدسرشت اون نیمه دیگر بود. خب حالا ما چی بود؟ به خاطر اینکه یک آموزه های زرتشت، زرتشت هیچ وقت نگفت من پیغمبرم، گفت من آموزگارم. ما باید زرتشت رو به عنوان آموزگار بشناسیم. این زرتشت گفتش که مزدا مشیا و مشیانه رو خلق کرد، یعنی یک زن و مرد رو خلق کرد، گفت با هم برابرید، با هم خلقشون کرد در یک زمان، گفت با هم برابرید و بر اساس داد یعنی عدالت و بر اساس آبادسازی و بر اساس دهشمندی یعنی بخشش کنید و در اساس و بر اساس شادزیستی دنیا رو با خرد خودتون اداره کنید و منم در جنگ با بدی ها هستم، به منم کمک کنید تا من برم بجنگم. ببینید انسان چقدر مقام داشت. هیچ کسی از جانب خدا نیومده، اینا که از جانب یه دوستی دارم آقای آزاد رات، حتما گاهی وقتا تو تلویزیون دیدیش دیگه، به من گفت مینوی اگر یک کسی گفت من رفتم با خدا حرف زدم، هیچ ناراحت نشد، رفته دعا کرده تو دلش چی داره گفته به خدا. اما اگر کسی گفت خدا با من حرف زده، اون حتما باید احتیاج داره به بیمارستان روانی برن آزمایشش کنن. بعد خودش ایشون هم برای من تعریف میکرد، گفت در شیراز که بودیم نشونه همه رو با نشونی میگفت، نه اینکه بکنید همینطور الکی از خودش در آورده بشه. میگه در فلان مدرسه نمیدونم علمیه ای که فلان بود، یک آخوند جوانی که اسمش فلانی بود یه روز گفت من امام زمانم. بعد دیگران میدونستن که این الکی میگه، میخواستن این کارش کنم با ما. اون موقع ایشون توی اونجا کار میکرد، کار روان پزشکی میکرد. گفت بهش گفتیم که آقا ببین همه مردم دنیا پیغمبرها امامها رو گاهی وقت میگن اینا دیوونن، بیا تو ما یه آزمایش کنیم، از تو آزمایش کنیم که برگه بدیم به تو، بدیم که تو دیوونه نیستی. وقتی اون برگه رو دادیم دیگه هیچ کس نمیتونه بگه دیوونه، همه حرفا رو باید گوش بدن. آخونده قبول کرد، اومد که معاینش کنیم، یه برگه بدیم که این دیوونه نیست، که ادعای میگن من امام زمانم از روی دیوانگی نیست. بعد اومد و ما یه مقدار دوا دادیم، آمپول دادیم، هر حال سیستم اونجا نگرش دادیم. بعد سیستم احساس کردیم دیگه بهبود پیدا کرده، ولش کردیم. وقتی داشت میرفت گفتیم هنوزم امام زمان هست، گفت نه من همینطوری خیالاتی شدم فکر کردم امام زمان. حالا این اینجوری، هر کی بگه، اگه بگه خدا با من حرف زده، یا شیاده یا خیالاتی شده. پس من وقتی از اورامزدا میگم فکر نکنید بگم اون از جانب خدا اومده، ولی میگم اون به عنوان یک معلم اخلاق. ببینید اولا من بگم ولتر، هگل و بسیاری دانشمندان و فیلسوفای بزرگ اروپا اولین معلم اخلاق دنیا زرتشت رو میدونن. زرتشت همونطوری گفتم میگه که با بر اساس داد عدالت خواهی، بر اساس آبادسازی و دهشمندی و شادزیستی با خرد خودتون دنیا رو مساوی اداره کنید، یعنی زن مرد مساوی دنیا رو اداره کنید. و من هم به عنوان یک انسان، ببخشید، به عنوان یک خدا دارم با بدی ها می جنگم، بیایید به من کمک کنید تا من در این جنگ پیروز بشم. یعنی خدا ما رو صدا میکنه که بیا با من کمک کن بریم در جنگ پیروز بشیم. حالا خدای اسلام چی میگه؟ من همیشه از نماز مثال میزنم، میدونی برای چی؟ برای که اگه بگی من فلان جای قرآن، ممکنه مردم نرن نخونده باشن، برن بخونن بگن آقا این معنی که تو گفتی معنیش نیست، یه چیز دیگه است، اصلا حوصله نکنن برن بگردن پیدا کنن.
ولی نمازو اگر مسلمون بودی روزی افطار کرد نماز خوندی، اگر هم مسلمون دیگه نیستی یادته که خوندی دیگه، بالاخره یادت هست که چیه دیگه. اولا که ما در آغازش میگیم که اشهد ان علی ولی الله، شهادت میده این که علی بزرگتر از خداست. خب این حرف بسیار بی‌معنی و بی ربطیه که ما میگیم. بعد میریم میگیم که اهدنا صراط الذین، ما را به راه راست هدایت کن، که اهدنا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یعنی ما به خدا میگیم که خدایا، نمیگیم ما رو به راه خوب به راه درست کاران هدایت کن، ما نمیگیم راه سعادتمندان هدایت کن، ما میگیم راهی رو هدایت کن که تو به اونا نعمت دادی، یعنی تو اونا رو دوست داشتی، یعنی مثلا براشون گردو و بادوم و اینا ریختی تو دامنشون، نه اینکه اونایی رو که بهشون غضب کردی و جز بد دیدگانن خسارت دیدگانن. یعنی ما میگیم خدایا تو ما رو به راهی که به دوستان نشون دادی نشون بده، نه راهی رو که به دشمنان نشون دادی، نه دشمن نه، اصلاح میکنم جملتو، خدایا ما را به راهی هدایت کن که به اونایی که دوست داشتی نشون دادی، به راهی نفرست که به اونایی که بدت میامد نشون دادی. یعنی خدا دو راه بلده، یه راه رو به اونایی که دوستشون داره نشون میده، یه راه رو به اونایی که دوستشون نداره بدشون میاد نشون میده. اصلا هم این دو راه مربوط به هیچ کاری نیست، این یعنی تنها مربوط از به اینکه اون خدای میلش چی باشه. اهدنا صراط الذین انعمت علیهم، راهی که به اونایی که نعمت دادی غیر از مغضوب علیهم ولا الضالین، نه به راهی که اونایی که دون. در بارها و بارها توی قرآن نوشته که من هر کی بخوام به راه را صداعت میکنم، هر کی رو بخوام یک کاری میکنم که راه هدایت نشه. یعنی من بوغم، من به عنوان یک انسان بوغم، خدا هر کی بخواد به راه را صداعت میکنه، هر کی هم نخواد هدایت نمیکنه. اصلا تو این نماز که میخونیم مثلا به عبادت و اجرای دستورات دینی و منصب و اینا مثلا ربطی به اینا نداره، میگه به اونایی که نعمت دادی راهشون نشون بده، نه به راهی که هست. یعنی آدم در اسلام هیچه، در دین زرتشت آدمه، انسانه، شخصیت انسانی داره، خدا میگه بیا به من کمک کن. دین زرتشت دین شادزیستیه، دین یا مذهب شیعه مذهب زارزیستیه. خب بهتون یه مثال میدم. یک آقای بودن جزو نویسندگان بزرگ ایران، در بعضی ها میگن این آغازگر نویسندگی مدرن در ایرانه، محمد علی جمالزاده یک کتابی داره به نام صحرای محشر. من این کتابو خوندم، اون تا به قول یار زمان رضا شاه، زمان ناصرالدین شاه خوندم، خیلی دوران نوجوانی و جوانی اون اوایل خوندم، الان جزئیاتش یادم نیست، و اینی که الان میگم یک بخشی از اون کتابی که یادمه، حالا اگرم یه تیکشو بالا پایین گفتم به بزرگواریتون ببخشید، الان من به اون کتاب دسترسی ندارم که برم اون تیکشو بخونم براتون. البته شاید مثلا اگه من چشام یه ذره بهتر بود، شاید یک ذره اینترنت واردتر بودم میتونستم، الان من از روی نوشته فیزیکی میتونم بخونم، یعنی این نوشته رو میتونم بذارم زیر دستگاه بخونم. خب شما هم که میدونید که من دستگاه که میخونم میتونم هر چقدر بخوام بزرگ کوچیکش کنم دیگه. بله من این میبخشید، من باید این میذاشتم اینجا. اینجا یه دوربین این وره، یه دونم این دستگاه که اینجا هستش. چی شد که قطع شد؟ یه دستگاه هم که این وره، این یه مانیتوریه، این یه تلویزیونه در واقع. من یه چیزی میذارم زیر این،
ماشین عکس میگیره روی صفحه نشون میده مثل که از تلویزیون دوربین گرفته و هر چقدر من بخوام اینو تغییرش. بله امیدوارم که مشخص بشه. ببینید به این طور بزرگ کوچیکش میکنم، من میتونم بخونم. خوندن من اینجوریه، مثل معمول، مثل آدم حسابی ها نیست. این شکل من میتونم بخونم. لذا میگم باید هر چیزی کتابش، وقتی میگم کتاب، باید کتابه اینجوری فیزیکی دستم باشه. مثلا بگم فرض کنید که این کتابه، این کتاب مثلا قرآنه، بعد اینو وا کنم بگم فلان جا فلان جا. اینجوری نمیتونم از طریق اینترنت و از فضای به قول معروف مجازی استفاده کنم. حالا در اون کتاب سرای محشر، اون آقای جمالزاده میگه که بله من مردم دیگه، مردم، رفتم صحرای محشر، شد همه این مرده ها زنده شدن، اومدیم بیرون و مثلا رفتیم که چی شدیم. بعد میگه دیدم که یک آقای ارمنی بهش گفتن تو باید بری بهشت. ارمنی به من میگه که آقا من نفهمیدم برای چی من باید برم بهشت. بهشت جای مثلا شیعه هاست، دوازده امامی هاست، شما گفتید اینطوریه دیگه، جای ما ارمنی ها که بهشت نیست که. آخه خب دیگه میدونید از سر خودخواهی هر پیرو و هر دین و مذهبی که در دنیا در حال حاضر، شاید در حال حاضر که ما با هم حرف زنیم شاید صد جور دین و مذهب مختلف باشه، همه شون میگن تنها ما برحقیم. شیعه دوازده امامی تنها ما برحقیم، شیعه مثلا هش امامی تنها ما برحقیم، سنی میگه تنها ما برحقیم. تازه سنی هم شاخه های مختلف دارن، چهار تا شاخه اصلی دارن، بعد شاخه های فرعی که ازشون جدا شده، مثلا شاخه فرعی که همین شاخه وهابیه، وهابی که یک عبدالوهابی بوده که عبدالوهاب سبب کمک کرده به استقلال عربستان سعودی و پادشاهان عربستان سعودی از لحاظ دینی به اون پیروی میکنه. البته اون مرده، ولی خب باورهاش که نمرده و اون باورهای اونجوری رو اطاعت میکنه. مثلا فرض کنید که عربستان سعودی معتقدن که اگه کسی مرد حتی یک سنگ هم نباید بذاریم، اسمش هم نباید بنویسیم، برای که ممکنه که این محل عبادت بشه. راست هم میگن، شما اگه بذاری یه سنگ زیرش بنویسی اینجا آقای محمد اینجا دفن شده، آقای محمد یعنی آقای محمد منظورم پیامبر اسلامه، من که نرفتم، اونایی که رفتن میگن قبرش یه صاف صافه مثل قبر بقیه‌اش یه سنگ داره. وهابی‌ها میگن سنگ هم نباید بذاری، برای که سنگ هم بذاریم اینجا نوشته که اینجا آرامگاه آقای محمد ابن عبدالله است فلان فلان، مردم میرن اونجا گریه میکنن زاری میکنن. یعنی توی باز همون سوره حمد که اول ما میخونیم، اول روزی افتح تفه میخونیم، یعنی باید بخونیم که مثلا من نمیخونم شما احتمالا نمیخونید، ولی اگه باید بخونیم 17 دفعه باید بگیم به خدا بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد یعنی به درستی که تو را عبادت میکنم، ایاک نستعین، نستعین یعنی از استعانت میاد، یعنی از یاری میاد، یعنی از تو یاری میخواهم. خب اگه پیغمبر اونجا خاکه، شما میرید قبر اون گریه میکنید، از اون یاری میخواهید، به اون عبادت میکنید، پس دروغ میگید به خدا که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما شیعه ها که تا 100 سال پیش سقا خونه رو عبادت میکردیم، یعنی اگر مثلا یه جایی یه دونه منبع آب گذاشته بودن چند تا لیوان بهش آویزون بود، اونم میرفتیم عبادت میکردیم، بهش دخیل میبستیم، میرفتیم یه پارچه رو میبستیم و گفتیم که آره مثلا فرض کنید که خدایا این دختر من شوهر نکرده، بذار شوهر کنم، اگر یه عید قاقونه شوهر کنم، یه نخم میبستیم که یعنی یادش نره اون، من برای چی میبستیم، یه پارچه هم میبستیم. یا حتی میرفتن میگفتن اون دختره که شوهر میکنن برن از زیر توپ مروارید، حالا یه توپ تو وسیله جنگیه، یه دونه از اینا ارده بودن به عنوان نمایش کشته بودن یه جا، زن ها میرفتن روی لوله توپ سوار میشدن که مثلا باعث بشه که مثلا شوهردار بشن یا بچه دار بشن. خب اینا همش خرافات دیگه، حتی اگه اسلام قبول داشتیم اینا ضد اسلامه. ما آقا خانم آقایون روزی 17 بار میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، من تو را عبادت میکنم
و از تو یاری میخوام. پس اون امام رضا چی میگه اونجا؟ پس چرا تو بری تو صبح تا شب این هر لحظه نگاه کنی اون تو شاید 10,000 نفر دارن حرم و دیوار رو هر جا رو گرفتن گریه میکنن میگن آیا امام رضا مرد؟ بابا امام رضا یه انگور نفهمید که این سمیه خورد مرد. این پاپ قبلی، این پاپ فعلی خیلی پاپ خوبیه، خیلی پاپ خوبیه، یعنی یه پاپ یکی روشن فکره. اولا گفته که سوزوندن و جهنم یه همچی چیزایی نیست، همین دو ماه پیش گفت. ازش پرسیدن که به نظر تو اینایی که ازدواج همجنس با هم ازدواج میکنن اینا حتما گناهکارن؟ پاپ گفته که من کی هستم که تعیین کنم کی گناهکاره کی گناهکار نیست؟ ببینید چقدر تواضع داشته. من کیم که تعیین کنم کی گناهکار است کی گناهکار نیست؟ ولی یه پاپی بود دو سال قبلی بهش میگفتن ژان پل دوم. این پارکینسون داشت، یعنی دستش اینطوری میلرد، بدنش همش اینطوری میلرده. بعد میوردن بچه کوچیکو، من تو تلویزیون میدارم خنده میگیرم، بچه کوچیکو آوردن این اینطوری میکنه، مثلا که این دست بزنه به سرش بچه خوب بشه، این نمیتونی نمیتونه دست که بذاره رو سر این، دستش اوتوماتیک میخوره تو سر این چون دستش همش اینطوری میشه. آخه آدم آخر اون خودشو نمیتونه نجات بده، بچه تو رو نجات میده؟ بگذاری. من داشتم دفعه پیش درباره کوروش صحبت میکردم، آقای سربی تشوردن روی خط، نمیدونم اگه دوست دارن بازم بیان مطالبشون رو بگن، یک گفتشنودی بشه که بیننده ها بهتر مطلب رو آشنا. من گفتم که کوروش یک فدراسیونی درست مثل اتحادیه اروپا که الان هست یک همچین چیزی درست کرده بود و کشورها با میل و علاقه جزء این فدراسیون میشدن. یعنی مثلا کشوری که فرض بفرمایید که هر سالی 3-4 دفعه بهش حمله میشد و غارت میشد و زنها رو میدوزیدن، دخترها رو میدوزیدن، گاو گوسفندا رو میدوزیدن، آدما رو میکشتن، از خیلی خیلی مایل بود که جزء فدراسیون کوروش بشه. مثلا فرض کنیم که درآمد خالص ملیش مثلا 10% رو بده به ارتش کوروش و اون کوروش اون رئیس اون فدراسیون مراقبت اینا همه باشه و نهایتاً هم در جنگ با یک طایفه‌ای که حمله کرده بودن به، یعنی همیشه میامدن غارت میکردن دیگه، خراسان شمالی رو که مثلا امروزه فرض کنید که شاید ازبکستان باشه اینجا رو میامدن غارت میکردن چون نزدیک بودن. حالا کوروش پایگاهش کجا بود؟ مثلا فرض کنیم که شوش بود. شوش در مرکز دل بختیاری در نزدیکی شیراز اونجا هست. از اونجا با سپاهیانش پاشده رفته که اینایی که میان کشور غارت میکنن، یعنی اون افراد فدراسیون و اون اتحادیه رو غارت میکنن، بره با اونا بجنگه. مثل که الان اتحادیه اروپا هست، مثلا فرض کنیم که اگه کره شمالی مثلا یه دفعه تصمیم بگیره با هلند بجنگه، اینا میرن چیکار میکنن؟ از هلند دفاع میکنن. هلند به تنهایی نمیاد خودش بجنگه دفاع کنه، بلکه ارتش اتحادیه شمالی اونا میرن میجنگن دفاع میکنن، البته خود ارتش های محلی هم کمک میکنن، ولی اصلش اونه، اون همون ناتو یا نیتو اون میره برشون میجنگه و اونا همیشه خرج ناتو رو میدن که آماده باشه برای اینکه از اینا دفاع کنه. و کوروش در اون جنگ کشته شد. من حالا برای که خودم از خودم اظهار نظری نکنم، یک نوشته رو رفتم پیدا کردم از آقای حسین مهری. حسین مهری از ایران نویسنده بودن، روزنامه نگار بودن، یعنی جدید گوینده و نویسنده و محقق نشدن، از خیلی سالهای پیش در ایران نویسنده بودن و نویسنده چپگرایی هم بودن، یعنی در واقع توده‌ای بودن دیگه، یعنی این رسوبای مسکویی هنوز روی اون رگامه، همین اینا رو میگم، رسوبای مسکویی رو رگاهای مغزشون هست و اون رسوبا پاک کردنش هیهاته، خیلی مشکله. ولی تاریخی که نمیشه عوض کرد، که تاریخو باید گفت، نمیتونیم که چون که من توده‌ایم بگم مثلا فرض کنیم که رضا شاه هر شب یه آدم میخورد، خب این که نمیشه، که این که تو دروغگویی، که این که خباثته. که حالا من اینو میخونم با اجازه شما. میدونید چرا اینو میخونم؟ چون
آقای سوربی اون دفعه اومدن گفتن که اون کسی که کوروش میدونه در اون جنگ کشته شد دیگه، و در وقتی رفته بود از جیهون اونور جیهون و سیهون رفته بود با اون قوم به جنگه، کالا میگم چی بودن، در اون جنگ کشته شد. آقای سوربی گفتن که یه ایمیل هم برای من فرستادن و این ایمیل نشون میداد که اون پادشاه اونا که ملکه بود، یک بانوی بود، کله کوروش رو بریده انداخته تو سطح خون، کاسه خون، و میگه هی خون بخور، و این رو دلیل آوردن برای خونخوار بودن کوروش. خب نمیدونم اگه شما بیننده‌ای که من میبینید و من که اسمم پرویز مینوییه، حالا اگه مثلا یه لباس شخصی از تو ایران بگه این دو نفر قاچاقچیان، خب ما باید چیکار کنیم؟ باید باور کنیم؟ خب اون لباس شخصی میخواد سر بزنه من نباشه، حالا شما رو نمیدونم چطوری، خب یه چیزی میگه، این که دلیل نمیشه که. آقا یه قومی هن، غارتگرن، صحرانشینن، چادرنشینن، هر وقت بفهمن این شهر ارتش گران قدری نیستش که محافظت کنه، حمله میکنن، یه دفعه زنا رو میدوزن، مردا رو میکشن، اموال اساسی گاو و گوسفندا رو، اموال همه خوراکی رو ور میدارن میرن. خب اینا رو باید یه نفر بره ببردشون دیگه. ببینید مزدا به آدمه میگه که بیا من با بدی ها میجنگم، بیا بریم بجنگیم. دین زردشتی دین بخشش نیست، دین جنگه. خب این دین جنگ چی میگه؟ میگه که آقا اینی که میاد غارت میکنه باید بریم اینو بکشیم. حالا میریم بکشیم، بدشانسی میانه ما کشته میشیم. وقتی ما کشته میشیم این دلیلی که ما خونخاریم، رفتیم از مردم خودمون دفاع کنیم، خونخاریم. حالا من هرچی بگم همینطور فکر کنید با دعواست. میگم آقای مهری که محقق هستن و اتفاقا اگه مثلا طرفدار باورهای من بودم، من باورم اینه اگر مردم به پادشاه رأی بدن من میگم زنده باد پادشاه، اگه به رئیس جمهور رأی بدن من میگم زنده باد رئیس جمهور. من برام مردم مهمن، فرد ما که نوکر این یا نوکر اون نیستیم، که ما دلمون برای مردم خودمون میسوزه چون خودمون جزء اون مردمی. اگه مردم ایران سرفکنده باشن ما مجبوریم سرفکنده باشیم. اگه مردم ایران، یعنی رژیمی که بر ایران حاکمه، وقتی که کارهای احمقانه ای میکنه و همه دنیا بهش میخندن، خب ما خجالت میکشیم. اگر فرض کنیم که یک دفعه یک سیارک، یعنی یه سنگ عظیمی به قطر 10 کیلومتر که به دور خورشید میچرخه، اسمش میزنن به یاد فیروز نادری، میزنن نادری، خب ما از این کار افتخار میکنیم، خوشحال میشیم. هر وقت چیز خوب برای کشورمون باشه ما یه ذره سرمون میاد بالا، هر وقت چیز بد باشه سرمون میاد پایین. همینطور بچه های ما تو مرسا نمیتونن که بگن ما ایرانی نیستیم. آقا اسمت چیه؟ جورج. فامیلی چیه؟ گوستافسون. ملیتت کجای؟ ایرانی. سر پایین، چون که برمیدارن مثلا فرض کنیم که یه نفر به خاطر اینکه موهاش معلومه تو نشون میدن دیگه، میان یه نفر که تو ماشین خودش نشسته داره میره یه موزیک میذاره، میان میگیرنش از ماشین میکشنش پایین به طرز فجیع، اون دعوا میکنه، داد میکشه، گریه میکنه. این مردم هم نمیرن، مردم هم میبینن آقا شما 100 نفر اینو دور وایستادید، بزنید اینو، نزنید، اقلا برید بگید ولش کن آقا، بگید آقا گناه داره ولش کن، یواش یواش اینو بکشید کنار دیگه. شما رو که نمیگن، که نمیکشن که بگید. من میگه دلم سوخت رفتم جلو دیگه، اینکه یارو پشت ماشینش میزنه بیمه با کوروش کبیر. اخیرا مد شده تو ماشینا تو ایران پشتش میزنن بیمه با کوروش کبیر، قبلا میزدن بیمه با ابوالفضل، حالا میزنن بیمه با کوروش کبیر. یعنی ما با کوروش کبیر بیمه‌مون کرد. خب یارو پاسدار لباس شخصی ماشین نگه میدارم، میگه آه این چیه پشت نوشتی؟ میگه خب نوشتم بیمه با کوروش کبیر دیگه. میگه خب یعنی چی؟ میگه میخوام کوروش کبیر مواظبت من باشه. میگه من کوروش کبیر میتونه مواظب تو باشه؟ میگه من حالا نوشتم مواظب بود بود نبود نبود. نمیتونه یارو ببره زندان بگه چون نوشتی کوروش کبیر. مردم رفتن، حتما این عکس ها رو شما خودتو بهتر از من دیدن، ببینید اینو ببینید،
اون آرامگاه کوروش، ببینید دورش چقدر جمعیت، سال تحویل رفتن اونجا، اینجا جشن گرفتن. ببینید رفتن هفت‌سینش رو، چند تا خانواده با هم یکی شدن یا اقوام با هم یکی شدن، رفتن از یک شهری مثلا 1000 کیلومتر، 800 کیلومتر، 900 کیلومتر، 1200 کیلومتر رانندگی کردن، اومدن اونجا هفت‌سینشون رو سر سال تحویل اونجا چیدن. کسی نتونست بهشون بگه چرا اومدید اینجا. اگه 10 سال بود پوش بود میزدنشون. من یادم یه سالی مردم رفته بودن جادار از چند کیلومتری دور آرامگاه کوروش رو بسته بودن، هیچ کسی نمیذاشتن بره نزدیک بشه به آرامگاه کوروش، ولی امسال رفتن اونجا تیکنن. حالا نذاشت که من بخونم آقای مهری رو. بله این آقای مهری هستن، حسین مهری. بله من مخصوصا یک نویسنده چپ باور انتخاب کردم که هرچی میگه دیگه این به صدا نگیم از روی تعصب حرف زده. ببینید اینجا اول نوشته که هرودوت کی بود، بعد نیست کوش بدیم بفهمیم. منم اینو با علاقه خوندم یاد گرفتم که هرودوت کی بود اصلا. خواهم اسم هرودوت رو هممون شنیدیم، یکی از تاریخ نویسای یونانه، پلوتارک، نمیدونم گزنفون، خیلی ها، چندین استرابون، اینا تاریخ نویسای یونانی بودن، ولی هرودوت از همه چون مشهورتره. حالا ببینیم اصلا هرودوت کی بوده. هرودوت مورخ نامدار یونان باستان درباره زندگی های رفتاری کوروش بزرگ نوشته است. کوروش مانند پدری مهربان و رئوف بود که برای مردم کار میکرد و در جای دیگری کوروش را آقای آسیا مینامد. درباره داریوش مینویسد که وی نمونه بهترین حکمران شرقی بود، دلیر، باهوش، زیرک و در فن جنگ و صلح هنرمند بود. ببینید هرودوت یونانی بود دیگه. یونانی ها معتقدن که یونانی ها آقای دنیان. یونانی ها میگن مردم دنیا به دو بخش میشن، یا یونانی هن یا بربرن. میدونی یعنی به ارزش های داریوش و کوروش ارزش جهانی نمیده، ارزش آسیایی میده، یعنی یه پله میاردش پایین. در حالی که در کتاب مثلا کتاب های مذهبی چندین بار از کوروش به عنوان مثلا مرد مقدس دنیا، همه دنیا یاد کرده. ببینید من براتون بگم، یه زن باز بگم بعد میرم میخونم، من وقت رو دارم. کوروش وقتی وارد بابل شد لباس مردمان بابل رو پوشید، رفت معبد اونا، با اون بوتی که اونا داشتن میگفتن مردوخ، با اون بوت عبادت کرد، یعنی تعظیم کرد، فلان کرد، گفت سپاسگزارم که تو کمک کردی من اینجا رو بگیرم. ببینید چقدر احترام با باور دیگران داره. داریوش در زمان داریوش امپراتوریان جوری بود که تونس، کشور تونس که اون موقع اسمش کارتاژ بود، کارتاژ بخشی از ایران بود، بخشی از اون فدراسیون بزرگ ایران بود. وقتی کوروش گفت 28 تا کشور زیر نفوذ منن، خب 28 تا کشور که تو ایران نبودن که، بیشتر کشور دوربر ایران بودن، از جمله تونس. تونس تونس ببینید شمال افریقا، شمال شرق افریقا نیست، بلکه شمار مرکزی افریقاست، اون جز امپراتوری اینا بود. کوروش توجه کردید، کوروش رفت به خدای مردوخ عبادت کرد، تعظیم کرد. اینجا به داریوش خبر دادن که اونجا یک خدایی دارن اونجا به نام ملخ، و هر چندگاهی یه دونه بچه رو جلوی ملخ آتیش میزنن، یعنی قربانی میکنن. کوروش گفت برید جلوی این کارو بگیرید. مشاوران کوروش گفتن آقا اونا این رسمو دارن، اگر ما بریم جلوشونو بگیریم ممکنه شورش کنن، ممکنه جان سربازای ایرانی که اونجا هستن به خطر بیفته. داریوش میگه ببین هر کس هر عبادتی هر دینی داره آزاده، هیچ چیزی نیست، ولی آدمکشی آزاد نیست. برای من مهم نیست که به اسم خداست یا به اسم پیغمبر یا به اسم هر کی هست، آدمکشی در سرزمین‌های من آزاد نیست. شما حق ندارید آدم بیگناه، بچه بیگناه رو بگیرید بکشید. ببینید چه بزرگ نفس، بزرگواری و بزرگی نفس داشتن.
میره به اون بت عبادت میکنه، ولی اجازه نمیده یه نفر جلو بت بکشن. من این یه تیکر دوباره میخونم ببینید که هرودوت هیچ با ایرانی ها خوب نبودا. یونانی ها میگفتن نه آسیایی ها برای اداره دنیا خوبن، نه اروپایی ها. اینا قدرت بدنیشون زیاده ولی فکرشون خوب نیست. اونا فکرشون خوبه ولی قدرت بدنیشون خوب نیست. و ما یونانی ها هم فکرمون خوبه، خوبه هم قدرت بدنیمون خوبه. ما باید آقای دنیا باشیم. خب یه مدت هم اونور دنیا بودن دیگه. حتما میدونید دیگه یونان بارها با ایران جنگ کرد و بارها شکست خورد. یک دفعه پیروز شد. این پیروزی انقدر برای یونانی ها مهم بود که یک نفر از اون محل جنگ با دو رفت به آتن خبر بده که ما پیروز شدیم و اون دوی ماراتون از اونجا شد که همه دنیا دوی ماراتون تشکیل دادن. حتی در ایران اخیراً دوی ماراتون تشکیل دادن، نمیدونم 120 کیلومتر چقدر بود و چند نفر دونده امریکایی هم، 12 نفر دونده امریکایی هم قرار بود اون تو شرکت کنن ولی نذاشتنشون شرکت کنن. و یکی از اون دونده ها که به خط پایان هم رسید، میدونید وقتی مسافت زیاده همه به خط پایان نمیرسن که، بعضی هم وسط ها میمونن، بعضی به خط پایان میرسن. یک نفر که اتفاقا اهل مرند آذربایجان هم هست به خط پایان رسید و در پایان خط وقتی میخواست از خط عبور کنه پرچم امریکا رو بزرگ گرفت از خط رد شد. ببینید بزرگواری رو ببینید یعنی چی؟ یعنی جونش به خطر میداده. تو که پرچم امریکای بالا سرت گرفتی جونت به خطر انداختی دیگه. همون آخوند محلتون باید بد باشه میگه تو جاسوس امریکایی. ولی جونش به خطر انداخت به خاطر احترام به اون امریکایی‌ها. این توی طبیعت ایرانه. ما به این صفت‌ها باید افتخار بکنیم، باید این صفت‌ها رو برجسته کنیم. این شما گذاشتید من این نوشته آقا مهری رو بخونم. هرودوت مورخ نامدار یونان باستان درباره ویژگی‌های رفتاری کوروش بزرگ نوشته است. کوروش مانند پدری مهربان و رئوف بود که برای مردم کار میکرد و در جای دیگری کوروش را آقای آسیا مینامد. آقای دنیا باید بخونی نه آقای آسیا. نه 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 من جلو دور بیدم میبینم تو اون رو بعدم میگیرم. درباره داریوش مینویسد که وی نمونه بهترین حکمران شرقی بود. نمیگه بهترین نمونه حکمران دنیا بود، میگه بهترین حکمران شرقی بود. یعنی ما هنوز از اون بهتریم. دلیر، باهوش، زیرک و در فن جنگ و صلح هنرمند. داریوش بنیانگذار و استوار کننده وسعت دهنده امپراتوری ایران بود. اما نظر او، یعنی نظر هرودوت، درباره همه پادشاهان هخامنشی این گونه نیست. حالا ببینید هرودوت کی بوده اصلا. هرودوت در خانواده ای پا به عرصه وجود نهاد که همه آنها اهل فضل و معرفت بودند. پدر و عمویش که شاعر بزرگی بود همه افسانه ها و اسطوره های یونان باستان را به خوبی می دانستند و همه را برای او تعریف کرده بودند. هرودوت جوانی نورسته بود که در شهر هالیکارناس در شورش علیه فرماندار شهر شرکت جست. آن شورش سرسختانه سرکوب شد. عموی هرودوت در گیرودار سرکوب کشته شد و هرودوت و خانوادهش به ساموس گریختند. هرودوت پس از مدتی به سارد یک منطقه است در ترکیه فعلی، مثلا در ترکیه فعلی رو گفتن لیدی، یه شهر مهمش سارد بود. هرودوت پس از مدتی به سارد پایتخت لیدی رفت و از تسهیلاتی که سازمان اداری منظم هخامنشی برای پیموندن راه شاهی فراهم آورده بود بهره گرفت و روانه کشور پارس شد. سپس به بابل رفت و در هر کشور و در هر ناحیه به کاهنان، پرستشگاه‌ها و آگاهان به احوال گذشته سرزمین ها مراجعه میکرد و از آنان در باب تاریخ منطقه اطلاعاتی به دست می‌آورد. خب بعد اون وقت این میگه همه چی بخونم خسته میشید. این اومد
به یونان و شروع که خاطراتش رو، یعنی تاریخ رو نوشتن و چندین جلد نوشت. یه جلد از تاریخش نوشته که راجب کشته شدن کوروش، این یک جلد از خدای تاریخ که کلیو نام داشت، نخستین آن خدایان بوده است. به نوشته دانشنامه جزیره این جلد از تاریخ هرودوت با کشته شدن کوروش به دست قوم ماساژت که زنی دلیر فرمان روای آنان بود به پایان میرسد. خب این از نوشته آقای حسین مهری. آقای حسین مهری محقق توانایی هستن، افسوس که گاهی وقتا یک طرفه قضاوت میکنن. ببینید اینایی که ببینید یک گروه هایی هستن ما میخوان ما را از ملیتمون جدا کنن، از چیزیش، از بریم از سنتی قدیمیش بریم، اسلامه. اسلام به عمر دیگه، عمر بهش گفتن آقا اینها ایرانی ها کلی کتابخونه دارن، صدها هزار جلد کتاب تو این کتابخونه ها. گفت ببینید تو قرآن همه چی نوشته، اگر اونا چیزایی که تو قرآن نوشتن که خب ما قرآن داریم دیگه، اونا رو میخوایم چیکار کنیم؟ اگر یه چیزی نوشتن بر علیه قرآنی که همه رو بسوزونید دیگه. همه کتاب های ایران رو سوزوندن خانم آقایون، هر کی فارسی حرف میزد زبانش میبریدن، هر کی فارسی مینوشت دستش میشکستن. ما زبانمون حفظ کردیم علارغم همه اینا، در خونه رو میبستیم فارسی حرف میزدیم، ولی خطمون از بین رفت. برای که اگه مینوشتیم، اگه مثلا 10 نفر تو خونه نشسته بودن با هم فارسی حرف میزدن، اگه یه دفعه نیروهای عرب هجوم می آوردن در میشکستن می آمدن تو، خب اینا همه ساکت می شدن دیگه. اما اگه کاغذی بود که به فارسی نوشته بود اون کاغذ رو می گرفتن، اون وقت باعث قتلشون می شد. پس لذا زمینی که حرف می زدن زمینن مدرک نمی دادن، پس نوشته نمی نوشتن، ولی لذا خط فارسی ها بین رفت و این خطی که ما می نویسیم خط عربیه. بعضی ها فکر میکنن که این خط خط فارسیه، فقط تین و زین و نمیدونم هی جیمی و نمیدونم ایناش هی جیمی اینا عربیه. نه خانم آقای، همش عربیه. البته عربا وقتی آقای محمد اومد اینجا، عربا 60-70 سال بود این خط یه جای دیگه آوردن کشورشون. اولین خط مردم دنیا فکر میکنن اولین خط در عراق بوده، ولی بعدن کشف شد که اولین خط در شهر سوخته در کنار زابل سیستان اونجا بوده و اون شهر هم نسوخته بوده. کسی که اونجا رو پیدا کرده، کشف کرده، یه دونه خونه دیده که سوخته، اول که کشف کرده با این خونه سوخته روبرو شده، فکر همه این شهر سوخته. نه، شهر سوخته هیچ بلایی سرش نیومد، فقط به علت تغییرات آب هوایی. اونجا مثلا فرض کنید که کشاورزی میکردن مردم بودن، آب هوا تغییر کرد و آب هیرمند کم شد، اونا نمیتونستن به زراعتاشون آب بدن، زراعتا خوش شد، اینا پاشدن رفتن، همه رفتن بدون هیچ نوع درگیری. یعنی در اونجا هیچ آثار جنگی مشاهده نمیشه. خب یکی اسلامه که میخواد ما رو با گذشتمون جدا کنه. گفتن اولین کاری که کردن همه کتابای ما رو سوزوندن و زبان گفتن حرف نزنید، نوشتم نداشته باشید. بعد هرچی از گذشته های ما بود همه رو مسخره کردن، همه رو دست کم گرفتن، همه رو کردن. یکی این، یکی مسکوه. مسکو همیشه میخواد اون افرادی رو که میگیره از گذشته شون کنده بشن تا بتونه راحت جذبشون کنه. شعر آقا حافظ کیه؟ نیما یوشیچ. شعرهای چپ اینا خوبن، حافظ سعدی کن. تمام استعمارگرای دنیا، استعمارگرای سنتی دنیا همه همین کاری کردن. چون فکر می‌کنی که اونایی که یه مثالی میگه که یارو افریقایی میگه که وقتی اینها یعنی اروپایی اومدن کشور ما زمینای خودمون رو داشتیم، اونا کتاب انجیل دستشون بود،
بعد از چند سال ما کتاب انجیل دستمون بود، اونا زمینای ما رو داشتن. یعنی با اینکه اون کاری که شما میکنید، اون باورایی که شما دارید، اون فرنگی که شما دارید، همش بی خوده، بذاریدش کنار، بیاید انجیل رو بخونید و به این ترتیب یواش یواش اینها رو بهشون مسلط شدن. یه سری هم جدیدن ببینید غافل هستم، مردم عادی غافل هستم. من یک کتابی رو میخونم از دوست عزیزم شاهین نژاد، این نوشته مقدمه بر اندیشه های ایران شهری، بسیار کتاب جالبی، یک کتاب و یک سیدی. سیدیش میشه تو ماشین گوش داد و وقتی گوش میدی، وقتی خاموش کنی دوباره روشن کنی، بقیهش میگه، نمیره از اول بگه. اینجا میگه که کمپانی های چند ملیتی، کمپانی های بزرگ، اینا میخوان مردم رو با ملیت خودشون دور کنن، نه اینکه مثلا ایرانی ها رو یا مثلا مصری ها رو دور کنن ملیتشون، بعد که حتی امریکایی ها رو هم ملیتشون دور کنن. اینا میخوان هیچ کس به هیچ چیزی قدیمی وابسته نشه که بهتر بتونن هر کاری میخوان بکنن. ببینید یک امریکایی که به امریکا علاقه‌منده، وقتی که مثلا فرض کنی که متوجه میشه که فلان کارخونه لباس، مارک لباس فلان همه لباساشو تو بنگلادش درست میکنه و مثلا اون یکی مارک همه لباساشو تو تگزاس درست میکنه، خب ترجیح میده که ما اینی که تو تگزاس درست میکنه بخره، حتی اهمیت هم نمیده که یه ذره گرونتر هم باشه. طبیعیست میگه خب اونجا نیرو کار ارزونتره، بیمه میمه نیست، نمیم شرایط کار نیست، پس بنابراین اون اگه ارزونتره اب نداره، من همینی که یه ذره گرونتر هم هست میخرم. اونا میخوان این ملیت ها بین بره، یعنی این دیگه برش همیت نشته که این کجا درست میشه. میخوان امریکایی ها از امریکا کنده بشن، میخوان همه ملت ها از گذشتهشون کنده بشن که راحت بتونن اون عوامل اقتصادی استعمارگر همه رو بچاپن. هدف اونا جز چاپیدن، جز پول اندوختن نیست. من ببینم یه بیماری ها، آقا بیل گیتس که بزرگترین ثروتمند دنیا بسیاری وقتا هست، بسیاری وقتا هم نیست، چون که ثروتش رو پخش میکنه، این گفته که من قبل از مرگم ثروتمو بین مردم پخش میکنم و اگرم نتونستن نرسیده باشم بخوام بمیرم، وصیت کردن که 99%ش بین مردم پخش بشه. حالا چرا آقای بیل گیتس نمیگه؟ مثلا فرض کنید که ایشون 10 میلیارد ثروت داره، یک دهم 10 میلیارد ثروت میشه 1 میلیارد، یک دهم 1 میلیارد میشه 100 میلیون. خب 100 میلیون برای بچه‌اش بمونه بس دیگه، من میخواد چیکار کنن آخه؟ میخوان چیکار کنن؟ میخوان بچه ها میخوان همینطور صبح تا شب یه مامورین استخدام شدن بیان بادشون بزنن، ماساژ بزنن، بخورن. اگه تازه بخوان این کارو بکنم چند نسل کافیه براشون. ولی متاسفانه این یه نوع هرسه، هرس پول، کی میخوان پول جمع کنن. خب ببینید زردشت آموزگار بزرگ، یکی از آموزه‌هاش شادزیستیه. ما آخوندهای ما، آیت الله ما، توصیهشون زارزیستیه. من براتون گفتم که از صحرای محشر یک ارمنی رو این آقای جمالزاده دیدید، میخوام ببرم بهش. ارمنی گفت آخه من که کاری نکردم، شما میگید همه شیعه ها میرن بهش، من که اصلا ارمنی هم که. بعد تحقیق کرد و فرشته ها اومدن گفتن که تو چون، بعد اون ارمنیه گفته بود که من که ارمنی هم که هیچی، مشروب فروشی هم داشتم، میامدن تو مشروب فروشی من یه چند تا دخترم بودن میرخصیدن و بعدم یه وقتا اینا میرفتن یه پول میدادن میرفتن پشت دکون مثلا یه کاری میکردن، من اصلا کار درستی نکردم. که تحقیق کردم فرشته ها که این پچر بهشتی شده، بعد معلوم شد که این یک شبی تو خونش سرد بوده، بعد اون چند تا خونه اونورتر برای امام حسین قضا میپختن که بدن مثلا تو تا سواش را پخت کنن، این رفته از اونجا زغال بگیره بیاره تو خونش آتیشش روشن کنه، بعد که میره زغال بگیره یه ذره دود میره تو چشش، از چشش یه ذره عشق میاد. توی مذهب شیعه حدیثیست، من عربیش حفظ نیستم، میگه که هر کس که برای امام حسین گریه کنه و از چشش عشق بیاد
یا هر کس که تظاهر کنه من گریه میکنم، این کار جاش تو بهشته. خب این حرف با عقل جور در میان. به هر حال اون آقا میره بهشت. حالا دینی که ما داریم، دین زردشت شادزیستی رو توضیح میکنه، دینی که مذهبی که ما داریم زارزیستی رو توضیح میکنه. میگه صبح تا شب زار بزنید، صبح تا شب ورد بخونید، صبح تا شب تسبیح بندازید، صبح تا شب ذکر کنید، شب تا صبح نماز شب بخونید، نماز صبح بخونید، نماز ظهر بخونید، دستشویی میرید این کار بکنید، اول اینه بگید بعدا اونه بگید. یعنی کی فکر میمونه، کی وقت میمونه برای که یک انسان ایرانی به جمع کوششگران دانش جهانی بپیونده؟ کی فرصت میمونه که فکر کنه که بابا آب هوای زمین که داره گرم میشه، من چه کمکی میتونم بکنم که جلوشو بگیرم؟ این فکرها در شادزیستی به وجود میاد، در زارزیستی به وجود نمیاد. خب جناب صوبی خیلی متشکرم، برنامه رو کارگردانی فنی کردید. متشکرم از خانوما و آقایون که به این برنامه توجه کردن. کسی نیومد مطلبی بگه، ما امیدوار بودیم که این هم حرف زدیم بالاخره یه جش گیر بدید، یه چیزی بیاد بگید دیگه، هیچ کسی چی نگفت، ما هم یک بند حرف زدیم، ببخشید. به هر حال یه بار دیگه از شما خانوما و آقایون که به این برنامه توجه کردید سپاسگزارم. بسیار بسیار صمیمانه دستتون رو میفشارم و براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم.